دوستان نقد در برنامه هفت. امشب ما دو برنامه خواهیم داشت تا نقد فیلم های جشنواره. اولی که امشبه مخاطب شناسیه با تمام حواشیش، حالا فهرست رو عرض میکنم، و فردا شب هم اساسا برنامه نقده، نقد و منتقد و جشنواره از موضع نقد. دو بحث نظری داریم و از دوشنبه هم که بحث نقد فیلم های جشنواره است. خب اجازه بدید که من دوستان رو معرفی کنم چون در برنامه هفت اولین بار میان. دکتر میری عزیز، خیلی تشکر میکنم که در این برنامه ما رو دعوت کردید و شرف حضور داشتم. سید جواد میری هستم، در حوزه جامعه شناسی و الهیات کار میکنم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ. بسیار عالی. محمد حسین زمیریان هستم، آینده پژوه. و یعنی چی آینده پژوه؟ همه فهم کنه آینده رو میپژوهی. میپژوهیم. خب نکتهش در اینه که بالاخره یه بحثایی درباره آینده مطرح میکنیم، بعد تلاش میکنیم که اراده های همگانی رو بهش نزدیک کنیم و اراده های سیاسی رو حتی. اراده همگانی ایران و... یعنی نزدیک بشن به هم دیگه. یعنی شاید یکی از کارکردهای اصلی آینده پژوهی تو دنیا همین باشه. دنیاشو آدم میفهمه. و یه نکته ای داره، چون گام اولش با نقده، نقد وضعیت موجود در حقیقت به اون دست بده. اگر از در میخوان توان رسانه خودشونو انتقال بدن، بایستی بیان جلو، هم اونو نشستا رو بتونن نیرو بذارن، متمرکز رو فرندر بسازی، باید نقد وضعیت موجود کنی. این میشه آینده پژوه تقریبا. خب امیدوارم که مخاطبای ما هم اندازه من بیشتر از من فهمیده باشین که آینده پژوهی در ایران عزیزمون در چه وضعیست. خب امشب داریم راجع به مخاطب حرف میزنیم، میخوام ببینیم که مخاطب، اگه بخوایم خیلی وسیع تر نگاه کنیم، مخاطب هنر، البته ربطی به این سینما نداره، مخاطب هنر، مخاطب کلی به معنی کلاسیکش چیست، مخاطب امروز چیست و کیست. این در واقع سرفصلمونه. آره من از کاغذهایی که جلوی محمد حسین میترسم چون وقت تعدادش زیاده، فکر می‌کنم یکی دوش بردارم ببینم چی کار کنیم. بیا که دکتر گرم شه و بیاد. از آقای دکتر خواهش می‌کنم، بفرمایید. یه نکته وجود داره به نظر میرسه که یه تحولی در سیر مخاطب اتفاق افتاده. یه مخاطبی مثلا به خصوص در حوزه سینما اگر مد نظر باشه، یه مخاطبی کلاسیکی داشته سینما، یه مخاطبی که بالاخره سینما رو بوده، طرف میرفته سینما و سینما رو دوست داشته و آدابش رو رعایت میکرده، یه آدابی هم داشته دیگه. البته در هر جای دنیا، دکتر تجربهش بیشتره، در هر جای دنیا یک آداب خصوصی سینما رفتن داشته. حتی من یه بررسی میکردم در مورد سینمای هند، اونجا آدابش خیلی بامزه است. مثلا بعضی اوقات وسط فیلم نگه میدارن برای برخی از قهرمانا اسفند دود میکنن که قهرمانشون چشم نخوره وسط فیلم، یا تشویق میکنن، یا یه مدلای خاصی داره. بالاخره سینمای هند دیگه. ولی واقعیت اینه که انگار یه تحولی از این مخاطب، حالا بگی مخاطب انتظایی، من میخوام نرو تو تحول هنوز، یه ذره کلاسیک و چکش بزنیم. مخاطب کلاسیک چیست اصلا؟ واقعا مخاطب همونی که میشینه تخمه میشکنه یا بخشی از مخاطبونه؟ مخاطب این چیزهایی که الان هستن. مخاطب کلاسیک توی هر فرهنگ معنی داشته دیگه و یه حالت سوژگی هم درش بوده. اینو یه ذره چکش بزنیم بعد بیایم رو امروز. بگوی دکتر. ببین خب این نکته یه دیگه، من فکر میکنم وقتی داریم در مورد، حالا نمیدونم این بحث کلاسیک و غیر کلاسیک شو عامل تمایزش چی، خود اینم فکر میکنم نیاز خوبه. به یه مقدار نیاز به بحث داره. عالی. ولی اینکه ما وقتی داریم در مورد مخاطب صحبت میکنیم، اون سوژگی به نظر من یه نکته ایه، اونو باید یه مقدار اون رو هم روش تأملی کنیم و یه مقداری به قول علما میگن مداقه کنیم. ولی
وقتی داریم در مورد مخاطب صحبت میکنیم غیر مستقیم داریم در مورد ذائقه طبقات در جامعه صحبت میکنیم. درود بر شما. یعنی داریم در مورد یه مفهومی که حالا امروز بگیم جامعه شناسان ازش در مورد مثلا میگم پیر بوردیو در مورد ذائقه حرف میزنه، میگه که این ذائقه صرفاً به صورت انتزاعی که شکل نمیگیره، در بطن جامعه و در برایند فرهنگ و سیاست و اقتصاد و نظام اجتماعی و نظام باورها و اینا در وجود انسان‌ها یا به قول شما در سوژه‌ها شکل میگیره. اگه در مورد مخاطب در یعنی در نسبت با هنر در ایران میخوایم صحبت کنیم، به نظر من هنوز مخاطب خودشو هنر در ایران نتونسته پیدا بکنه. اساساً اگر نخواهیم خیلی اغراق بکنیم میتونیم بگیم هنوز هنر یک لاکشریه برای جامعه ایران. نه اینکه در ایران هنرمند نیست یا هنرشناس نیست، ولی هنر در بطن جامعه ما و در برایند نیروهای حالا فرهنگی و سیاسی اجتماعی ما، در آموزش و عالی ما، در آموزش و پرورش ما، در زندگی روزمره ما هیچ بروز و ظهور متعین و واقعی نداره. یعنی اگه مثلا میگم الان من با آقای فراستی بگم آقای فراستی از امروز من میخوام مثلا گوشت رو از سبد زندگی تو حذف کنم، این تأثیر میذاره تو زندگی تو یا نه؟ میگه آقا نکن برادر من، لاغر ماهی دو دفعه من ولی بگم آقای مثلا فراستی از امروز میخوام این بس این هنر رو از زندگی تو حذف کنم. میگه هنر کجای زندگی من بوده که تو الان میخوای حذفش کنی؟ چیکار میخوای بکنی؟ حذفش کن. به کجای من ضربه میخواد بزنه؟ این یعنی توی اون ضمیر ناخودآگاه جمعی ایرانیان هنوز هنر نیامده به عنوان یه مقوله که یخه منو بگیری که اگه از زندگی من حذف شد یه عده بریزن تو خیابون، این گالری رو ببند. به کجای جامعه ما میخوره؟ نه اینکه هنر مهم نیست، از قضا جامعه به قول گابریل گارسیا مارکز یه حرف قشنگی داره تو اون کتاب 100 سال تنهایی، وقتی داره در مورد اون سوژه اصلیش و قهرمان اصلیش حرف میزنه، کتاب میگه کتابا رو که جمع میکنه و فلان، میاد میگه کتابای منو کجا گذاشتی؟ میگه کتابا رو گذاشتم تو قسمت کارگو. میگه خب این اینجا چ... میگه نه اینجا قسمت آدماست، اونجا قسمت اساسه و خط پرته. میگه بس آقا اون دنیایی که تو اون دنیا ادبیات بره تو کارگو بره قسمت عقبی، آدما جلو بشینن فاتح اون دنیا خونده است. خب حالا تو این جامعه ما که اساسا هنر جایگاهی نداره، حالا اینو حذفش بکنیم، این خب معلومه این جامعه بگیم جامعه معقولی نیست، جامعه‌ای نیست که در اون لطافت و در اون ظرافت و هم معقول نیست هم محسوس نیست، محسوس نیست و لطافت نداره. بعد خشن میشه، آدم‌ها خشن میشن، برخورداشون خشن میشه، عصبانین، ناراحتن، چون ظرافت‌ها رو نمی‌بینه. خب تو این جامعه ما هم در مورد مخاطبش صحبت بکنیم، خب یه مقداری باید بشینیم، یعنی فکر نکنیم یه خیلی مفروضات رو بگیم اونا مفروضه، حالا بریم رو اصل ببینم مثلا هنر مثلا آقای ایکس یا هنر خانم ایکس چطور بود. نه، تازه باید بیایم وسطش، وسط جامعه، وسط بحث، این رو بنا خود این میشه مقوله اون موقع صحبت. من یه چیز دارم، مشکلی دارم، من نمیتونم فرض کنم و فکر کنم که هنر رو میشه از زندگی ایرانیان حذف کرد اینجوری که شما گفتید. یعنی اول میپرسم چه هنری نمیشه حذفش کرد یا چه هنری رو میشه حذفش کرد؟ شعر رو قطعا نمیشه. اگه شعر رو هنر بدونید دیگه، مثلا من سوال میکنم شعر رو که هنر اون که نمیشه حذفش کرد. این هم ضرب المثل و اینا دارن بر اساس اون زندگی میکنن ایرانیان، یا دانش زندگیشون یه بخش زیادش مبتنی بر شعره، ولی اینکه نخونن ولی فکر میکنن به همون زبان. من رفته بودم جایی بعد در آذربایجان، تبریز، بعد اونجا طرف میخواست احساسات خودشو بیان کنه در یکی از کتاب فروشی های مشهور تبریز. میخواست طرف احساساتشو بیان کنه، وقتی میخواست احساسات رو بیان کنه دیگه به اون لحظه هیجان انگیز رسید و شعر فارسی خوند. متوجه؟ یعنی اصلا داره به اون زبان فکر میکنه، به اون وضعیت داره فکر میکنه بر اساس اون شعر. از طرف دیگه مگه این هنر فقط این هنر شناخته شده است؟ چون هنر شناخته شده وضعیتش در نسبت با مخاطب وضعیت مونولوگه، یعنی من میگم تو گوش کن. ولی هنری که
هنر ایرانیان هست، مثلا هنری که در مساجد تاریخی ما هست، یا هنر نیست مگه؟ میشه واقعا اون از زندگی ایرانیان حذف کرد؟ تو مقصود معماریه دیگه. یه بخش زیادی از اساسا معماری داره. فرش مگه هنر نیست؟ مگه میشه اون از زندگی ایرانیان حذف کرد؟ اگه اون یک اختلاف فرش به معنی چیزش هنر نیست؟ نه، به معنی طراحیش، به معنی اون چیزی که در ذات ایرانی هست. وقتی وارد داد و ستد که میشی، فرش مثلا میگم، من طراح فرشم مثلا، میشینم یه فرش زیبای هریس رو طراحی میکنم یا فرش زیبای کاشان رو طراحی. در زمانی که داری طرح میکنی اونجا هنره، ولی وقتی وارد داد و ستد میشه، به قول مارکس میگه کش نکسوس، وارد رابطه نقدی میشه، مدله اونجا دیگه وارد میشه، کالایی میشه. توی همه هنر هم اینطوریه. خب من نمیگم که اون سیرش به ابژه است، نمیگم که نیست، میگم میشه دیگه. اونجا که کالایی میشه، اونجا که کالایی میشه دیگه نمیتونه بر روح و جان و ضمیر من تاثیر بذاره. من اینو میخرم میذارم اینجا، یا میخرم میذارم اونجا، بگم که مثلا منم جزء طبقه متمولم، ولی نمیدونم اصلا پیکاسو یعنی چی، نمیدونم مثلا شعر یعنی چی، نمیدونم اصلا مثلا میگم مثنوی معنوی رو میگیرم، حالا اگه شعر رو میخوای هنر میذارم اونجا، ولی هیچ وقت نمیدونم. سر این که اصلا بحث نداریم که آید داشت. خوبه این سر این بحث نمای خوب. بحث من یه چیز دیگه است. بحث من اینه که وقتی شما صحبت از مخاطب میکنی، حالا برگردیم سر ماجرای مخاطب، وقتی صحبت از مخاطب میکنین، در حقیقت یک مفروضی دارید که یه چیزی اولا برای عرضه وجود داره، اون چیزی که برای عرضه وجود داره یه کسی هم خواهان اونه، و یه مفروض دیگه هم داره. مفروضش اینه که یه اختلاف سطحی رو بین اون کسی که داره عرضه میکنه به عنوان هنرمند و اون کسی که مخاطبشه، میخواد یه سیری رو با اون اثر هنری، با اون محصول طی بکنه. سوال من اینه، یا سوال شاید بشه گفت برنامه. مقداری آره برنامه دار من اینه که الان وقتی صحبت از مخاطب ایرانی هنر میکنیم و مخاطب ایرانی سینما میکنیم، اون چیزی که براش عرضه میشه یا اون جایگاه عرضه کننده، اون در چه جایگاهی هست در نسبت با هویت ایرانی، در نسبت با جامعه ایرانی و در نسبت با خود ایرانیان وقتی که میرن سراغش؟ این پرسشیه که به نظر من الان مهمه. حالا بله، اون چیزی که الان خیلی هاش داره عرضه میشه از زندگی انسان، از زندگی هر انسانی هست بشه، نه انسان ایرانی، از زندگی هر انسانی هست بشه، چه لطمه بشه ممکنه نخوره. ما بعد از این داستان نظم جهانی لیبرالیزم اینان گسیخته که دیگه نوعی از سرمایه‌داریه که دیگه نئولیبرال همه چیز رو در هم میتنه، آیا فرهنگ و هنر نئولیبرال که حاکم بر جهان امروزه و وسایل ارتباط جمعی امروز، یعنی دنیای مجازی، این داره با اون مخاطبی که بیش و کم همه ازش نگاهی دارن، با اون مخاطب چه داره میکنه؟ آیا اصلا چیزی برای اون مخاطب به عنوان آقا من فلان چیز رو دوست دارم، من این نوع هنر رو دوست دارم باقی مونده؟ یعنی این بمباردمانی که توسط رسانه‌های جهانی اینا انجام شده و میشه چه داره میکنه؟ یعنی گوگل چه کرده؟ یعنی این سریال‌های امروزی که در جهان حاکم شده، این اسکوید گیم با جهان چه کرده و چه میکنه؟ و حالا موقع مثلا مکبس جدیدی که در اومده کجای کاره؟ این حالا برسیم به خودمون که این بیودیایی که الان حاکمن بر وضعیت ما، اینا دارن چیکار میکنن؟ هر چقدر میگیم که آقا این سریال ها مبتذلن به این دلایل روشن، اینا دارن چه کار؟ این مسئله ای است، مسئله مخاطب وقتی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دوران قرنطینه جهانی و کووید 19 باب روز شد، یعنی چیزی شد که دیگه همه جا داشتن بهش فکر میکردن و مسئله شون شد. استراتژی وی او دی ها و مخاطب محوری وی او دی ها به درون راهبردها و استراتژی های مثلا جایی مثل دیزنی رفت و اونا تلاش کردن که بتونن مخاطب خودشون رو
در حقیقت به وسیله اون چه که یعنی اون ساختارهایی که VOD براشون فراهم میکرد، یعنی میتونستن ببینن که چقدر از چه فیلمی رو دیده، چه ثانیه‌ای رو بیشتر دیده، کجا رو دوباره از اول نگاه کرده، کجا رو عبور کرده. بنابراین این وضعیت براشون وضعیتی رو وجود آورد که امکان برآورد عمیق از مخاطب رو فرد به فرد اولا، و از اون مهمتر یک بیگ دیتایی، یک کلان داده‌ای رو براشون به وجود آورد که در این آزمایشگاه بزرگ بتونن برآوردی داشته باشن از وضعیت مخاطبین خودشون. این نکته باعث شدش به نظر من، این نکته باعث شدش که اون سوژگی که شما در مورد مخاطب ابتدای بحث مطرح کردین، مخاطب رو تبدیل کنه به یک، به جای سوژه تبدیل کنه به پروژه. نه ابژه، نه نه ابژه، ابژه ممکنه یه روزی یه تکونی به خودش بده، ولی پروژه دیگه تبدیل میکنه به پروژه، پروژه‌ای که دائما در حال برساخت خودش به وسیله چی؟ به وسیله تولید فرهنگی هستش که براش اتفاق افتاده. سینما، سینمای VOD، سینمایی که سینمایی هایی که از طریق VOD داره نگاه میکنه. بنابراین تحول مخاطب در این ساختار خیلی مهمه. اگر این رو من واقعا نمیدونم اصلا راه گریزی دیگه براش وجود داره، چون اینا مخاطب رو انقدر، یعنی مخاطب تبدیل به یک دستگاه عصب پژوهیده شده میشه، یک دستگاهی که نه فقط عصب پژوهیده، حس زودا شده. نه حس زودا شده و یعنی دیگه اصلا حس نداره نسبت به این چیزایی که قبلا حس انسانی داشت. یعنی مخاطب در حالی که یک کنش جمعی میکنه، مثلا هم با هم میرن سینما، بالاخره یه هویتی رو بر خودش برسازی میکنه. این با هم میرن سینما یه خودی وایسین خیلی خوبه. ببین الان خوب داری این نکته رو میگی، یه چیزی به نظر من میاد و اونم اینه که میگی آیا راه برون رفتی هست. اون اینه که ما وقتی توی حالا میشه گفت گفتگوهای خیلی محاوره‌ای، حتی در بین اساتید مثلا دانشگاهی، صحبت از انقلاب صنعتی که میشه، میگن انقلاب صنعتی خب تو قرن 18 هم اتفاق افتاده دیگه از اونجا، بعد نهایتا میگن مثلا پسا صنعت، در حالی که کسانی که به صورت حرفه‌ای به این موضوع نگاه میکنن میگن انقلاب صنعتی اونجا اتفاق نیفتاده، یکش در قرن مثلا 18 اتفاق افتاده. ما انقلاب صنعتی 2 داریم، انقلاب صنعتی 3، انقلاب صنعتی 4، الان در میانه انقلاب صنعتی 5 و در آستانه انقلاب صنعتی 6. حالا اینا یعنی چی؟ خب تو اون انقلاب صنعتی اول این بود که آقا انسانی که با یدش کار میکرد آمد به عنوان مثال از انرژی استفاده کرد، بعد الکتریسیته آمد، بعد اتوماسیون آمد، بعد شما وارد همون بحث گوگل و اینترنت و بیگ دیتا و اینها، و بعد حالا وارد انقلاب صنعتی پنجم که میشی، عملا شما یه موقعی صحبت از هوش مصنوعی میکنی و میگی انسان چگونه از هوش مصنوعی استفاده می‌کنه. نه، در انقلاب 5 و 6 اینی که اساساً این نیست که ما یک چیزی به نام هوش مصنوعی داریم و بعد یه چیزی به امتزاج این هاست. خب حالا سینمایی که مثلا در دکتر داره حرفای بنده پژوهی میزنه، میدونم میگه تاثیر چی مخاطب داره و تو بعد حرفای جامعه شناسی بزنی. آره دیگه بذار دعوت کنیم. منم که معلومه زل کنم حرفا رو. شما دیگه اصلا خطو داری میدیدی، ما هم داریم بحث خط که شما ما دادی میدیم. نکته اینه که اون که میگی مثلا در سینما اینجوری بود که یه طرف مثلا با خانواده و نمیدونم با دوستان و اینا میرفتن، این در کدوم زمینه و زمانه بوده؟ الان در زمینه و زمانه ای که شما میشی کلش میشه همین موبایل تلفنت و بعد اپلیکیشن های متفاوت، آیا اون هویت جمعی که مثلا در 1950 یا بگیم در ایران خودمون 1340 با فیلم هایی که مثلا در 1340 داشت شکل می گرفت و بعد می شستیم دور هم دیگه با هم می رفتیم سینما و سینما رو نگاه می کردیم، بعد می بینیم تازه بعدش کلی خاطره برای خودمون درست می کردیم، بعد تازه می رفتیم مثلا لباس هایی که اونا داشتن و بعد برای خودمون مد می کردیم و تو اون فضا بود، با در وضعیتی که امروز قرار گرفتیم که اساساً کلکتیو معنی نداره. خیلی مهمه دیگه اینو باز کن. کلکتیو معنی نداره. کلکتیو معنی واقعا نمیدونی چی کلکتیو. تک تک معنی. یعنی شما حالا
قبیله میشه یک نفر. درود بر تو. یعنی بعد تازه اون یک نفرم به قول شما سوژه نیست، اون یک نفر کاملا تبدیل شده به چی؟ منتشر شده در این اپلیکیشن های متفاوت. یعنی تکه پاره منتشر شده. اینه که وقتی داریم در مورد حالا مخاطب هم صحبت میکنیم، مخاطب یه پیشفرضی داره دیگه، خود همین مفهوم. میگیم مثلا مخاطب یعنی یه خطبه‌ای وجود داره، یه پیامی تو اون خطبه هست، یک نفر یا یک گروهی اونجا هستن و بعد من این پیام رو میدم، اون گروه پیام رو یعنی مخاطبه، مخاطب اون چیزیه که من. ولی وقتی اصلا پیامی قرار نیست به تو داده بشه، پیام آوری نیست، بعد کسی هم قرار نیست یه جمعی باشه، درود در مورد چی صحبت میکنی؟ مثل یک شما مثلا نگاه میکنی این پیاز رو که نگاه میکنی، جالبه هر قد که باز میکنی شما میبینی درونش چیزی نیست، همه اسمش مثل حبابه، یعنی همه چیزش یه هایپر ریالیتیه. بودیلار داریم میگه هایپر ریالیتی، ما در یک وضعیت هایپر ریالیتی داریم در مورد مخاطب میخوایم صحبت کنیم. بعد حالا یه نکته شما اشاره کردیم، میخواستم رو اون نکته یه مقداری به قول شما مکس کنیم. گفتی آقا شعر نمیدونم مثلا به عنوان مثال فرش اینا هنره و نمیشه نمیگم نیست، ولی اول مشخص کن ببینم داریم در مورد هنر در زمینه مثلا انقلاب پنجم صنعتی صحبت میکنیم، در قرن 21 حرف میزنیم، اتفاقا شعر و نمیدونم فرش ما و حتی دین ما به عنوان نیروهای مقاومت در برابر این جریان دارن خودشون رو بازسازی میکنن. یعنی به حساب خودشون میخوان یک نقطه، حالا عاریت بگیرم از بحثی که سیاسیون میکنن، محور مقاومت درست کردن. اینکه مخاطب من که هم سر حرفم هستم و اندازه دکترم کمک کرد که مخاطب تبدیل به پروژه شده. بعد حالا بعدش اینه که مثلا برخی از اندیشمندان متأخرتر تو همین انقلاب صنعتی پنجم که آقای دکتر گفتن، اینا دیگه بحث احراز هویت و اینها براشون مطرح نیست در یک دار و دسته ای و اینا. میگه مردم گرده هم میان ولی تجمیع نمیشن، دائم هستن ولی انسجام ندارن. من تبدیل نمیشم به مخاطبه. اسمشون میذاره دار و دسته زنبورها، صداشون زیاده ولی هدفی رو به یک معنا در کار جمع. این دیدسی بهشون میگن کراود. کراود جمع کراودیتیه که تعیون نداره، تصادفی شده همه جمع میشیم، بعد تصادف تمام میشه، کروکی کشیده میشه، همه میرن. یکی از عواملی، حالا توضیح رسانه هم همینطوره ها، یکی از عواملی که مسائلی که در کشور اتفاق میفته، یکی از آقایون حرف خوبی میزد، میگفتش که مثلا یه اتفاق بسیار ناگواری مثل فرو ریختن ساختمان پلاسکو باید یک عزم ملی برای بازنگری در خیلی چیزا اتفاق میفته، ولی مدتی به موجی تبدیل میشه، دور و برش خیلی حرف زده میشه، این فضاهای شبکه اجتماعی هم بیشتر روی اون دامن میزنن. تو جمله یاد نمیره تو حرف هم دیگه خورده. من این بحث ساختمان پلاسکو من یاد فرو ریختن دیوار برلین انداخت. من موقع پاریس بودم، برای دوره کوتاهی رفته بودم برای مدرک هم بگیرم، این حرف دیوار فرو ریخته بود. من یه چیز عجیب دیدم، یکم هم شباهت داره به داستان ما پلاسکو. یه دختر پسر که کاملا قیافه شونشون میاد اینا چپن، به فاصله 10 متری من توی مترو، ایستگاه مترو ایستاده بود پاریس. مترو اومد، یه بوغکی زد و وارد ایستگاه ما شد. من هم چرا در توجه هم به اینا جلب شد، زوم بودم روشون، پریدن جلو مترو و کشته شدن هر دوتا بودن؟ هر دو، یعنی رسمن یک خودکشی دامنگیر برای این بچه ها. من تعداد همون مدتی که بودم تعداد خودکشی های بچه های اینطوری آرمانگره های چپ و اینا خیلی با فروپاشی دیوار موسکو زیاد شده بود. دیوار برلین، این ساختمان موسکو
من برد اونجا برگرد. البته بازنمایی بحث فاجعه در خود رسانه بحث مصطفی میخواد، یعنی مخاطب خودش رو داره اینا، ولی بحثی که من داشتم این بود که انگار سربند این تحولات که اتفاقا هنر هم یکی از اون تحولات هست، حرفا که زیاد میشه یه عقلانیت تجمیعی دیگه وجود نداره. چون عقلانیت تجمیعی وجود نداره، یکی از عواملی که وجود نداره اینه که بازنمایی وجود نداره یا میانجی وجود نداره بین پدیده و در حقیقت اون اتفاقی که افتاده و جمعیتی که حالا شاهدش هستن به قول دکتر کراود. برای همین اتفاقات زودگذر انرژی متراکمی رو هم به وجود نمیاره، یعنی انرژی ها سریع پراکنده میشن. به نظرم میرسه این انسان رو، یعنی حتی زیباشناسیش رو هم تحت تاثیر قرار میده. زیباشناسی فاجعهش رو، زیباشناسی خبرش رو، زیباشناسی و در نهایت زیباشناسی سینما، که این همه تقریبا یه پکیج، یک بسته بندیه در حقیقت. و فکر میکنم نوعی، یعنی میخوام بحثم رو اینجا مقداری شاید جلو ببرم، میگم که یه نوعی از کنش روایت رو ایجاد میکنه که اون کنش روایت در حقیقت کنش روایت در راستای همون پروژه‌ای که عرض کردم. میتونم الان اینو ببرم جلو اگر مایلید بگم. اجازه بده که بریم و برگردیم. بعد از اعلام اسامی 22 فیلم راهیافته به جشنواره فیلم فجر، اولین موضوعی که مورد توجه قرار گرفت حضور فیلمسازان نسل جدید بود. 7 کارگردان فیلم اولی امسال در جشنواره فجر حضور دارند. آریان وزیر دفتری که با فیلم‌های کوتاه هنوز نه و مثل بچه آدم در جشنواره‌های مختلف درخشیده بود، امسال اولین فیلم سینمایی خود با نام بیرویا را کارگردانی کرده و در جشنواره مصرف کننده، همیشه البته مخاطب مصرف کننده بود، ولی نوع خاصی از مصرف کننده که یک ارزش‌های زیباشناسی رو سریع توی تصاویری که بهش میدن بازشناسی می‌کنه. به خاطر همین ارجاعات بسیاری از اون وضعیتی که تو سینما امروز داریم ارجاعات درون سینماییه. یعنی اگر یک کسی که تا حالا سینما نرفته یا تا حالا برخی از سینمایی مثلا فلان فیلم مثلا مارول رو ندیده باشه، اصلا براش برخی از این صحنه ها بی‌معنیه، چون ارجاع داخل اونه. میگم یعنی اون کنش روایتی که منجر میشه به این که مخاطب برساخته بشه و مخاطب در اون قضیه قرار بگیره، اون کنش روایت در حقیقت مخاطب خودش رو همراه خودش دائما میاره و باعث میشه که در حقیقت مخاطب خودش رو در یک دنیایی تصور کنه، در یک دنیایی تصور کنه که اون دنیا در حقیقت مال همون سینماست، مال همون وضعیته. به خاطر همین اغلبه که کسایی که مصرف کننده این میشن، یه جور میتونم به شما بگم که یک جور اعتیاد به مصرف اون نوع از هنر رو در حقیقت در خودشون میبینن. و یعنی من میخوام بگم که یک اون چیزی که سیالان هنره به سمت مخاطب، اون سیالان هنر به سمت مخاطب همیشه مخاطب رو در حالتی قرار میده که به اون وضعیت خودش در اون جایی که هستش، آیه دکتر در مورد طبقه مخاطب صحبت کرده، یک جور تثبیت طبقاتی رو به عنوان مخاطب برای مخاطب به همراه خواهد داشت. بنابراین در دراز مدت با توجه به اون وضعیت بیگ دیتایی که از مخاطب به وجود میاد، میل مخاطب کاملا در دست تولید کننده است، به خصوص با ظهور وی او دی ها، اتفاقی که میفته اینه که دیگه مخاطب نیست. یعنی دیگه الان ما دوران پس و مخاطب، یعنی شاید چون مخاطب تبدیل به بیگ دیتا شده، تبدیل به یک نود در این شبکه شده، تبدیل به یک کسی تو این شبکه شده که مصرف کننده است و همواره به مصرف خودش اعتیاد داره. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که مخاطب برای هنر کس دیگه ایه، کسیه که سفارش در حقیقت میده که اون تولید بشه، اون پدیده تولید بشه، اون ساختار تولید بشه. بنابراین
یک کاری هم که حالا اخیراً میتونن انجام بدن اینه که مخاطب از مصرف کننده صرف تبدیل به مصرف کننده تولید کننده میتونه. این هم برای یعنی یه منتی سر مخاطب میذارن که تو دیگه الان مخاطب صرف نیستی، تو خودت تولید کننده هستی، این سینما سینمای اینتراکتیو، این توانایی اینو داره که تو خودت مثلا سرنوشت قهرمان خودتو مشخص کنی. از اینجور چیزها هم اضافه شده توی این ساختارها. علتش چیه؟ علتش اینه که مخاطب حس تولید کنندگی خودش رو اولا به دست بیاره، یعنی همیشه مصرف کننده صرف نباشه در نگاه اول، ولی در حقیقت این هستش که بالاخره انتخاب ها و اون کنش روایتی که مخاطب آموزش دیده بر اساس اون دوباره عمل میکنه. و در حقیقت این سینما حالا هر چیزی که درست کنه و هر زیباشناسی رو که تولید کنه، مخاطب چون مخاطبی هستش که اعتیاد داره به این نوع سینما، مصرف کنندش هم هست. نکته آی فراستی گفت، بکنم اون رو ما همینجوری کلن مخفول گذاشتیم و رفتیم به قول آقای فراستی رد شدیم. و اون مسئله اینه که ما مخاطب عام نداریم. چرا نداریم؟ یعنی چی مخاطب عام نداریم؟ چرا مخاطب عام نداریم؟ این به خاطر فقط اینه که مثلا تکنولوژی اومده، بعد حالا اون توازن به عنوان مثال مصرف کننده تولید کننده رو به هم زده، یا انقدر محتواها متکثر شده که مخاطب عام نمیتونه شکل بگیره. این رو کجا باید، این که ما میگیم مخاطب عام نداریم، فقدان این رو کجا باید جستجو بکنیم؟ به نظر من فقط صرفا در داخل هنر یا در داخل کانتکست و بستر سینما و اینها نمیتونیم پاسخی برای این داشته باشیم. مخاطب عام نداریم چرا که کلان روایت ها مردن. کلان روایت نداریم، یعنی زمانی شما فیلم سنگام تو هند دارش درست میشه، یه کلان روایتی در هند شکل گرفته و اونم بحث توسعه است و بحث مقابله با مثلا حالا مبارزه برای احیای هندوستان، و اون قهرمان که راجکاپوره از همه چیز میگذره، حتی از عشق خودش میگذره برای اینکه برای احیای وطنه یا برای احیای یه کلان روایتی اونجا هست. دکه این کنون روایته جلوی مخاطبه. الان غیر از این نکته درستی که گفتیم که کنون روایت نداریم، اگر هر چیزی را بخوایم این اصطلاح بهش بچسبونیم، پشت مخاطبه، یعنی مخاطب از اون جلوتره، گذر کرده و زندگیش هم از اون جلوتره. یه تفاوت من همیشه میگم بین فیلم فارسی قبل از انقلاب و فیلم فارسی بعد از انقلاب. فیلم فارسی و این راجکاپور خیلی کمک کننده است سنگامه. فیلم فارسی قبل از انقلاب مدینه فاضلش جلوش محقق شده. فیلم فارسی بعد از انقلاب که نه سنش به اون فیلم فارسی می انجامه، نه اون ویژگی های مثبت حتی فیلم فارسی قبل داره، مزمحله، عقب قضیه است. یعنی خب همینجوری پس اونجا شما وقتی میگی مخاطب عام فیلم فارسی کیست، راحت میتونی ترسیمش کنی، از روایتش، از نوع کنش، از همه اینا رو قابل ترسیم. الان که داریم میگیم فیلم فارسی بعد از انقلاب، نمیتونیم ترسیمش کنیم و مخاطبش رو هم. یعنی این تفاوته خیلی. اون کلان روایت توسعه میداد اون، و اون شعر آواز هم از فرهنگ خودش بود و هم سرگرمی کرد، هم پیام رو انتقال میداد، هم پیام رو از طریق سرگرمی انتقال میداد. پیام رو هیچ وقت مستقیم انتقال نمیداد، از طریق سرگرمی انتقال میداد. چنان بطی و آرام ضمیر ناخودآگاه رو تسخیر میکرد. وقتی یارو میمد بیرون، یعنی مثل که رفته وارد یه کهکشان جدیدی شده. این که اون کلان روایته کجاست؟ یه نکته وجود داره، اینه که دکتر زن نسبت به سینمای قبل از انقلاب نوستالژیک شد. نه من که بیشتر شدم. از شما بعید بود علی. حالا یه شما گفتی یه خاطره بگم، خاطره‌ای که مربوط به این باشه.
یه خانم انگلیسی آمده بود، فکر می‌کنم سال 1991 90 یا 91 آمده بود مثل که ایران تحقیقی کرده بود. بعد یه سوال، حالا بحث‌های دیگه‌اش بمانه، بحثش که در مورد سینما و اینا ازش پرسیده بودن که خب سینمای ایران چطور بود و فرانه کشوری که تازه از جنگ آمده بیرون و انقلابی هم کرده و فرانه گفت ما رفتیم سینماشون همش خنده و فلان و محصولشون بحث ایدولوژیکی چیزی ما ندیدیم تو سینمای اینا، یک دو تا سینمایی مثلا فیلمی بود در کنار خیلی از فیلمای دیگه. یعنی اساساً مثل اینکه این هنر، حالا سینما هنر، نتوانسته ضمیر ناخودآگاه جامعه ایران رو به سمت خودش جلب بکنه. به نظر میاد یک وجدان مقفوله اینجا هست، مثل که یه چیزی اون وسط مثل که گمه. نه اینکه سینمایی مثلا قبل از انقلاب آدم احساس نوستالژیک بهش داشته باشه، بعد از انقلاب نه، اون سینمایی یه کلان روایت داشت. کلان روایتش میشه ما میخوام توسعه بدیم مثلا، حالا نه فقط ایران، کلا توی شرق سینمای بعد از انقلاب، نه اینکه فیلم های خوب توش نیست، حالا متخصص شمایید و شمایید، من نمیخوام تو اون حوزه وارد بشم، ولی سینمایی که بتونه یک کلان روایتی رو ترسیم بکنه که با منطق زندگی روزمره انسان ایرانی امروز تماس داشته باشه و بتونه اون حرکت بده. نه نه ماماس با اون باشه و قهرمان داشته باشه تو فکرم آقایت. یعنی ما به زور که نمیتونیم تو قهرمان بسازیم، همینجور زور دوستان با فشار و زور زن میکنن قهرمان در بیانه و قهرمان مفلوک میشه. یعنی همین الان داریم نمونشو. یه وضعیتی هم داریم الان از بین رفتن سپهر خصوصیه. شما در اون کنش جمعی که همه میرفتن سینما، یه با اینکه کنششون جمعی بود ولی سپهر خصوصیشون حفظ میشد، ولی الان سپهر خصوصی خودو باز کن. یعنی آره میگم اینو در سینمای عمومی ممکن بود خصوصی باشی، یعنی اینکه بالاخره یعنی هم خودت یه باشی هم با جمع باشی. یه نسبتی رو، چون همون بحث قهرمانی که گفتید، یه نسبتی رو میتونستی با قهرمان خودت ایجاد کنی، در حقیقت یه نسبتی قهرمان تو هم با تو داشت، ولی چون در سینمای وی او دی تبدیل به عمومی ترین شکل مخاطب میشه، یعنی داده مخاطب، همون چیزی که عرض کردم داده مخاطب میشه، اون وقت کاملا مخاطب تبدیل به ما نمیشه. همون وضعیتی که تو رسانه اتفاق میفته، همون وضعیتی که توی سوال اینجاست چرا نمیشه، چرا تبدیل به ما، اصلا قرار نیست تبدیل به ما بشه. نه دیگه قرار نیست، به خاطر اینکه اون کلام روایتی که گفتید وجود نداره. چرا نمیشه سوال اونجا، این روایت های گسترده ای که وجود دارن، این روایت های گسترده هم اینجور نیستش که این روایت های گسترده استقلال در نسبت با هم داشته باشن. بعد سینما یا هر هنری بیرون از نظام اقتصادی یا زیربنایی جامعه که نیست، و قرار نیست که اونجا مایی تبدیل بکنه که در برابر اون نظام مستقر قرار بگیره. داره تو رو تبدیل به یک واحدی میکنه که باید مثلا اینو بخری مصرف، حالا مصرفش بکن. قرار نیست مایی درست بکنه. گفتم اتفاقا اون شعر و ادبیاتی که حالا چه در ایران چه در هر جای جهان که تلاش میکنه یک مقاومتی رو شکل بده یا یک نیروی نفعی رو شکل بده، به یه گونه‌ای میخواد این واقعیاتی که حالا مستقر شده رو به گونه‌ای تغییر بده. قرار نیست مایی درست بکنه. منتها یه چیز مشترک داره. قرار نیست مایی درست کنه توش مشترک، یه چیز مشترک دیگه هم داره. وقتی که مخاطب نسبت برقرار میکنه با اون سینما، در حقیقت اون سینما داره بهش نوعی اعمال قدرت میکنه. و اون وقتی که مخاطب شما بعد از اینکه فیلم تموم شد، بعد از اینکه اون داستان اون سریال، الان مثلا همه سریالایی که میسازن یا بیشتر سریالایی که میسازن در یک روز تمام قسمت‌های اونو میسازن، تمام قسمت‌های اونو میذارن توی اون مثلا انباره خودشون، امکان دیدنش به صورت مستمر، یعنی طرف ظرف 48 ساعت کل تمام قسمت سریالو میبینه. و اون توی وی او دی ها مثلا همین بازی مرکب که گفتین، یه روز تمام قسمتاش اومد، اینجور نبود که هفتگی پخش بشه، یه فصل رو کامل میذارن. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که بعد از اینکه اون تموم میشه، یعنی سریال تموم میشه یا حالا فیلم تموم میشه،
مخاطب تبدیل به تداوم فضای اون میشه. یعنی اعمال قدرت اینطوری اتفاق میفته، فضایی که برای خودش تولید میکنه یعنی با اون زیست میکنه. میخوام اینجوری بگم. نه، مخاطب با اسکوید گیم زیست نمیکنه. نه، با ببینید، با خود سریال که زیست نمیکنه، اصلا امکان زیستش فراهم نیست. قبلا میشد زیست کرد. میگم الان نمیشه. دو تا ساعت رو میخوام با اصلا تفکیک کنم. مثلا میخواستم در مورد سینمای هیچکاک صحبت کنم. وقتی سینمای هیچکاک شروع میشه، با ما شروع میشه، ما در اون وضعیت فضای آزادی عملی رو داریم برای تولید کنندگی خودمون در نسبت با سینمای مثلا هیچکاک که شما بهش علاقمندی. یعنی یک بخشایی رو، یه منطقه‌ای رو برای ما باز میذاره و اساساً شاید یکی از هنرهای هیچکاک مثلا یا هنرهای هر کارگردان بزرگی این باشه که یه منطقه‌ای رو برای ما باز میذاره، امکان تولید رو از ما در نهایت سلب نمی‌کنه. ما میتونیم کنشمند بریم سراغ اون وضعیت، ولی در سینمای جدید، در وضعیت جدید، ما نمیتونیم کنشمند سراغ اون بریم. کنشمندی ما اون ادامه پیدا نمیکنه. کنشمندی ما وقتی میگم سینما عصب پژوهیده شده است، کنشمندی ما در حقیقت تبدیل به یک همون پروژه هستیم، تبدیل به همون بیننده، مصرف کننده و در نهایت مخاطبی هستیم که باید اون سریال رو متناسب با ساختارهای درونیش و ساختارهایی که روایت اون به ما آموزش داده و اتفاقا جلوگیری میکنه از به وجود اومدن یک مایه جمعی تداوم بدیم. اینجاست که این کلان روایتی که ما نمیبینیم اینه. کلان روایتی که ما نمیبینیم اینه. نیهیلیزمه دیگه. این نیهیلیزمه به نیهیلیزم. اعلا درجه. این نیهیلیزمه. نه هم نمیگم اشکال داره. نه اشکال که زیاد اشکال. اگه بخوام از منظر انتقادی نگاه کنیم. ولی میگم این نیهیلیزمه. یعنی این نیهیلیزمه. باز تولید نیهیلیزمه. دقیقاً باز تولید نوعی از نیهیلیزم. اصلا نیهیلیزم حالا نمیگم مطلق. چون نیهیلیزم هم باز انواع داره. آره منتها این نوع نیهیلیزم نیهیلیزمه. نه بکتوار و نیهیلیزم پوچی غیر سرمایه‌دارانه، هستی شناسانی نیست. به نوعی فقط داره سرمایه رو تقدیس می‌کنه. درود بر تو. فقط تقدیس سرمایه است و تقدیس خشونت سرمایه. یعنی شما چجوری میشه که بیشترین مخاطب کل تاریخ الان مال اسکوید گیم تو اینجا که خبر دارم تو سریال ها چجوری میشه از اون میزان وحشیگری و کشتار لذت برد؟ چجوری میشه تمام مدینه فاضله بشه اون گویی که توشون پولا هست و تش از اون آدمی که اینو بازی رو راه انداخته؟ ببین در روانکاوی، حالا چون در فیلم هم صحبت میکنیم، روانکاوی خیلی میتونه ما رو کمک بکنه. در روانکاوی دو تا مفهوم رو از هم تمیز میدن، یکی پلژر، یکی جوی. لذت اینه که آقا من به تنهایی، حتی شده مثلا به قیمت اینکه طرف من نابود بشه، ولی من لذت میبرم. ولی در شادی یا در بهجت ما با همدیگه شریک میشیم. مثلا میگم خوشبختی رو با همدیگه به اشتراک میذاریم. اونجاست که من و او تبدیل به ما میشه، من و تو میشه. ولی در این وقتی لذت معیاره، به قول دکتر حسن اشاعری مفهوم قشنگی داره، میگه که به جای اینکه رابطه من و تو شکل بگیره، رابطه تومنی شکل میگیره. یعنی قراره که تقدیس بشه یه چیزی به بهانه اینکه من و شما از هم از بین بریم، یه کسی دیگه لذت ببره. ولی لذت نیست آخه. یعنی اون چیزی که ما شما به نظرم به تسامح ما خیلی هنر رو به کار بردیم سر مسئله ویو دی و اینا، اینا هیچ کم سینه هنر نیستن. هنر لذت بخشه، حتی تراژدی هم لذت بخشه که دیگه ته اذیت شدگی آدمه، ولی انسان رو واقعا جلو میبره، پالایش میده. حالا جلوتر که بریم تو رماکاوی به والایش هم میرسه دیگه. اساس هنر این لذت بخشیه و
انتشار این لذت و ادامه این لذت، این لذتی که تراژدی توش معنی پیدا میکنه. ما چیزی که امروز داریم ازش به اصطلاح لذت میبریم لذت انسانی نیست، لذت سرمایه است که به شدت ما رو از انسان بودن تویی کرده. خب این خیلی فرق قضیه است. و نکته اینجاست که بالا در امتداد این بحث، هنر به مثابه حالا چه والایش انسان چه پالایش انسان، انسان رو به خود شکوفایی برسونه. ولی وقتی ما نگاه میکنیم در حالا بگیم سینمای امروز یا در وضعیت کنونی امروز، شما دائما در وضعیت علینه قرار میگیری، در وضعیت هم علینه دکتر هم افسردگی. یعنی افسردگی ملی تولید میکنه. افسردگی کلان ملی تولید میکنه. در این حال دو تا چیز رو همزمان هم تولید. معذرت میخوام این یه مثال کوچیکم بزنم، این افسردگی ملی با فیلم فارسی قبل از انقلاب تولید نمیشد، الان با فیلم فارسی بعد از انقلاب تولید میشه و با سینمای انتلکت بعد از انقلاب هم همین افسردگی ملی تولید میشه. و نکته اینجاست که عجیبه، نکته اینجاست که اتفاقا گفتمان انقلاب به این معنا که سه ایدئال آزادی، عدالت و وحدت نوع انسانی، یعنی همون برادری فراترنیته که فرانسوی ها میگفت، از درون این قرار، یعنی باید هنرش بتونه این نسبتی با اینها داشته باشه، سینماش و ادبیاتش باید بتونه این نسبتی با اینها داشته باشه، نه اینکه باز تولید افسردگی در سطح کلان بکنه. این اون نکته است. شاید یه بخش از این باز تولید افسردگی در بخش کلان محصول همین یا در همکنش سلبریتی، یعنی اینجاست که دقیقاً اصلا سلبریتی خودش رو تازه نشون میده و سینما یکی از کانون‌های سلبریتی علت نیست دکتر، کانون‌های معلوله، یکی از کانون‌های تولید و تداوم این نوع نگاهه. چرا؟ ولی اون ساخته این معلوله. وقتی مثلا میگم به عنوان مثال بارها شده در حوزه عمومی، مثلا اومدن یه مصاحبه‌ای بکنن، مثلا میگن آها این سلبریتی اینجوری کرد، به نظر شما این تاثیر نمیذاره رو رفتار بعد مثلا دانش آموزای، رو رفتار بعد مدیران؟ میگم آها شما یه معلولی رو گرفتید، علت باید ببینید چیه. مبانی کیا زاویه ورود من به بحث سلبریتی و اینکه چجوری میتونه تداوم این وضعیت رو ایجاد کنه یه مقداری متفاوته. البته اونطوری که شما میگین معلوله، ولی اینی که میخوام عرض کنم، میگم وقتی که سلبریتی یه کنشی رو انجام میده در حالا فضاهایی که تولیدگره و اتفاقا این سینما در کنارشه، جالب اینجاست که سلبریتی بیرون سینما شاده، خوشحاله، خوشتیپه، خوشگله، داخل سینما ابزورد، گرفتار همون، یعنی باز تولید همون سینمایی هستش که خارجش هم اون نیست که میگی. نه خارج از سینما، نه اون نمایشی که از خودش میده، نمایشی که از خودش اتفاقا تو نمایش خیلی چیزایی رو میگه که میشه فهمید، میشه فهمید، خراب وضعیت میدونم، میشه فهمید. متعرفم چیه؟ یعنی با سیلی صورت سرخ میگه. حرفم چیه؟ حرفم اینه که یعنی شما معذرت بخوام یه میلیارد میگیری، حالا ما هر سه تا معلمیم میدونیم، یه میلیارد میگیری که یه دونه برنامه یک ساعته رو ببری جلو. این یه میلیارده اصطلاح قدیمی میگن خرج دوا درمونه، اصلا شادمانی درت نیست. یعنی یک لحظه شادمان واقعی یه آدمی که زیر خط فقره، من حاضر نیستم عوض کنم با اون میلیارد هایی که این میگیره از مربع ستاره فلان فلان، بیرونش هم رسما جلو من نشسته میگه من غمگینم، میگه مشکل روانی من... داره. من حرفش یه چیز دیگه است، من حرفم یه چیز دیگه است. حرفم اینه که سلبریتی در یه لحظه ای معنی داره دیگه، در یه لحظه ای سلبریتی خودشو نشون میده، در اون لحظه جشنه، در اون سلبریشنه، در اون جشنزیه به عبارتی. نه لذا تو داری تعریف جهانیشو میگی. نه الان میگم ایرانیشم میگم، بنابراین این مجبور اون نمایش رو بده و مجبور افرادی که دیگه اون وقت میخوان به این زی برسن، به این زندگی برسن، اون وقت زی نیست، نه دیگه مجبوره، میشه. علتش چیه؟ علتش اینه که تو اون فضایی که ایجاد شده براش،
یعنی برگردیم سر مخاطب. مخاطب این میخواد به اون برسه، مخاطب این که این مجهز نیست به اون دانشی که این مجهز نیست به دانش شما، مجهز نیست به دانش دکتر، که این خوشبخت نیست، این اون این مشکل اینه. یعنی به نظر من کنش مقاومت، اون چیزی که شما ازش به عنوان کنش مقاومت گفتین، اینه که از لحظه‌های شادی که اینا میسازن، امکان درکش رو به این معنایی که گفته میشه فراهم کنه برای مخاطب، و مخاطب اون وقت دیگه اون نه اون سینمای سلبریتی زده، نه اون سینمایی که سینمای اصطلاح میگن سینما اجتماعی امثال اون این چیزایی که میگن، اونا دیگه نمیتونه مخاطب خودش رو نگه داره. و در حقیقت کنش مقاومت اینجا در حقیقت بازشناسی وضعیتی هستش که سلبریتی و این سینمای سلبریتی زده و سینمایی که بازیگرانش از پیش از حتی فیلمنامه موجود هستن میتونه از خودش بروز بده، و مخاطب در حقیقت باید تجهیز بشه به دانش بازشناسی این مدل سینما. به نظرم میرسه یه درصدی از نقد، یه درصدی از کنش نقد برای مخاطب واقعا لازمه. متاسفانه سیستم آموزشی ما هم این توان رو نداره که این رو یاده. این یه لغت به کار بردی که کل بحث دوش رو سواره و من با اون لغت خیلی مخالفم. مخاطب واقعا دنبال این نیست که یک لحظه شاد اونو ادامه بده، چون لحظه شادی نداره. الان توضیح میدم. سینمای کمدی لحظات شاد برای ما تولید کرده، میکنه، هنوز قابلیت شده، هنوز لورل هاردی 40 سال پیش، 50 سال پیش ده. هنوز هر سه ما رو شاد میکنه، هر سه ما رو. نمیگم باستر کیتون که حالا یه دیگه خواستر باشه. هنوز کمدی های غیر هنری، حتی احتیاج نیست بگیم هنری، کمدی های سبک قدیم لحظاتی ما رو شاد میکنه. چرا کمدی های سینمایی امروز کمدی نیستن؟ شادی نمیدن، لحظه ای هم نمیدن. این از اون چیزاست که به شدت احتیاج به آسیب شناسی داره. اون که اصلا بحث من نبود، من با شما هستم. سلبریتی یه لحظه شاد تولید میکنه. نه، میخوام بگم یه لحظه شاد رو به نمایش میذاره، بازنمایی میکنه، به نمایش میذاره، وانمود میکنه. بازنمایی هم نه، حتی بازنمایی باز یه ایده پشتش باید باشه. آره، وانمود. نه، من که اصلا سر اون بحث ندارم. سینمای کمدی، سینما به خصوص سینمای کمدی، اتفاقا سینمای پر مخاطبی هم هست در ایران امروز، اشکال اساسیش همینه. مثل خیلی از جوک های ما میمونه، جوک های ما میخندیم به اون امر واقع، بر اون مسئله ای که بر ما رفته است، در حالی که این خنده ابزار عبور ما در لحظه از اون میشه. هیچ مواجهه مستقیمی با امر واقع برای ما صورت نمیره. اما ادبیات روانکاوی نمیتونه صورت بگیره. بسیاری از این جوک ها، بسیاری از این فیلم های کمدی، اینها در حقیقت ابزار عبور ما از واقعیت. لذا بسیار ممکنه که طرف رو حتی بخندونه. به خاطر این از فضای جوک ها به خصوص تو این فیلم ها خیلی استفاده میشه، یا اینکه جنسی میشه خیلی اوقات. اینا همه دهنکجیه به نظر من. دهنکجی به چی؟ دهنکجی مخاطب وضع موجود. اصلا معنیش این نیست که داره با این جوکه حتی میخنده. واقعا یه جور دهنکجیه. میگه که دکتر که مسئول وضع موجوده، این از این جوکه خوشش نمیاد، پس من با دهنکجی بهش از این بزر. یعنی واقعا انتشار اینه. و یعنی شما به من بگید، یه فیلم به من بگید، من آخرین فیلمی رو که توش خندیدم تو سینما ایران، دارم الان سرچ میکنم، یه مارمولک بود آخریاش، یه مکس بود مال سامان مقدم. ببین چقدر ازش میگذره. بیام جلو موندم دیشن. یعنی موندم، یعنی الان ندارم مثال
ده سال اخیر 15 سال اخیر برات بزنم که آقا لیلی با من است جنگ و لبخند میاد اینا دیگه تشه یه جاهای اخراجی یه جاهای اخراجی ها اخراجی یک. اونم دیگه چون تهمونده جنگه لیلی با من هستم تهمونده اونه به چیزی میخندیم که واقعی بوده نه به جنگ بخندیم به المانهایی میخندیم که داره با اون شوخی درستی میکنه که جنگ رو قبول اون واقعی بوده اون با ما مماس بوده الان چی با ما مماسه؟ آدماش هم با ما مماسه درود بر تو الان چی با ما مماسه؟ این آدماش هم قدر حراش ها با ما مماسه؟ هیچ با ما مماسه؟ که میره این بر اون بر و کلی با ما مماسه این هیچ؟ یه چیز دیگه هم خیلی منو میترسونه فهنگ داره میسازه دیگه چون ما به فروش گذاشتیم باید چیزی رو برای درود بر تو یه چیز دیگه هم خیلی منو میترسونه تو همین داستان مثلا فضا رو اسمشو میذاریم تراکم میفروشیم میگیم تراکمه دیگه میگیم تا بعد میگیم مگه فضا هم فروشیه میگه دریا رو میفروشه بعد فکر میگم این دریا من اولی بار که شنیدم واقعا نمیدونستم یعنی چی رفته بودم قشم یکی از دوستان ما رو برد لب دریا گفت اینجا رو اینا دریا خاری میکنن گفتم خود دریا رو چجوری گفت میان ماسه میریزن میرن همینجوری میرن جلو بعد میان فونداسیون زیرش میذارن بعد خونه میسازن بعد میگن و این زمین نبوده اینجا آب بوده مثلا میفروشی تراکم رو میفروشی شهر رو میفروشی زمان ورود و خروج به شهر رو میفروشی یه چیز دیگه هم خیلی منو میترسونه چی میترسونه؟ این که یه مخاطبی تولید بشه که افتخار کنه به این که من سیاسی نیستم یا من درک سیاسی ندارم هست الان هست الان اکثر مخاطب با افتخارم این رو میگه خیلی هم خوشش میاد از این که و فکر میکنه که این ابزار تنزیهش از تحولاته و یه جور در حقیقت من بیخیال همه چیز هستمه که با من کاری نداشته باشید بذارید من خوش باشم مکانیزم دفاعی اجتماعی این تو چیزی رو شروع کردی و دکتر بیسش رو گفت این وضعیت ما با این اپلیکیشن هایی که مرتب شما باید 40 تومن میدی عضو اینا میشی چی داری بهت میدن میگی آقا مثلا فرض کنید زخم کاری کیا دیدن بعد تعینش من بودم که مثلا مجموعانی یه رو 20 دقیقه دیدم آدم ها دیدن راضی نه خوشتون اومده نه بعد چرا تا آخرش رفتین یه پولی از ما گرفتن تو خونه هم هستیم دیگه سینما و اون مراسم ایدئالی که شما میخواید نداریم با پیژامه نشستیم تخمه هم میشکنیم و اینا رو میبینیم اینو باید الان توضیحش داد و اینا یه مورد دو مورد نیست از ده تایی که الان تبلیغش میره همه زیر خط فقرن یعنی زیر ابتذالن علالقاده هنر نیست ابدا من بهش میگم خط فقرن تمرینه به نظرم تمرین چی میگن اتمیزه شدن جامعه است هنر درنده است نه نه هنر نیست لطفا نه چیزی درنده است بالاخره آره اوقات فراغتیه که میدونید داره نابود میکنه من باست. اولش که بحثای قرنطینه و اینا شروع شده بود برخی از این آینده پژوهان که تو حوزه بین الملل هستن و مطرح هستن خیلی خوشحال بودن میگفتن که ما همیشه به دنبال این هستیم که یه جایی یه کیسی پیدا کنیم یعنی یه شهری رو درشو ببندیم اونجا قواعد رو بدیم یعنی یه آزمایشگاه یه لوله آزمایشی پیدا کنیم وقتی این رو بررسی تطبیقی میکنید میبینید که اصلا پژوهان هم همین کار رو انجام میدن معمولا اون قواعد تصمیم گیری در لحظاتی که لحظات ابسنسه و فرد از درون خودش تهی شده اون رو گسترش میدن آموزش های قبلی که طرف دیده ببینید یکی از اون حالا شما ممکنه این مقدار خوشتون بیاد از اون فیلم جوکر من فکر کنم خوشتون بیاد یکی از اون جاهایی که
به نظر من ادب اعتراض رو در حقیقت تقلیل داد به تباهی، تباهی در اعتراض و اینا. جنایت و بود. و جنایت. بزه. ببینید اینه که من میگم این سینما به نظرم سینمای عصب پژوهیده شده است. شما وقتی که در لحظه، وقتی که در ساختارهای تصمیم گیری، در ساختارهای تاریخ فهمی، در ساختارهای تصمیم گیری در لحظه فرد رو چنان، این دیگه مسئله تربیت نیست. یه سینمایی داریم که مخاطب خودش آروم آروم تربیت میکنه، باهاش گفتگو میکنه، اون مخاطب میتونه با سینما گفتگو کنه. وقتی اونها رو دیگه ازش سلب میکنه، مخاطب رو در لحظه ابسنسش، در لحظه تهی شدن از خودش، یه کتابی داره آنتونیو داماسیو در مورد درک رخ داد، اونجا اصلا میگه مغز به مسابقه یک صفحه نمایش، یک سینمایی هستش که برای ما اون چه که دیدیم رو بازتولید میکنه دوباره. و در لحظه هایی که لحظه های خالی شدن از خودمون هست، ما دوباره اون سینما رو، آنچه که دیدیم رو در حقیقت بازتولید میکنیم. میگه برای بسیار از بیمارانی که مراحل پیش رفته، نه من نمیگم نیستیم، ولی ممکنه با این با گسترش این وی او دی ها، نه من باید حرفم اینه و من فکر میکنم تو جواب میاد دکتر، به خصوص شیشلیک محصول چیه؟ خیلی مثال خوبی نمیدونم تو یه دکتر از این شوخی ندارم روی مثال. شیشلیک محصول چه جامعه‌ایه و داره با مخاطب چه میکنه؟ اینو باید بتونیم توضیح بدیم. با تمام دانش‌های آینده پژوهی تو و دانش نداشته من و جامعه شناسی دکتر عزیز، شیشلیک باید برای من توضیح بدید. این چه مخاطبیه؟ میادم بیرون، میاد من دیدم دیگه، اساسی هم دیدم، هم تو جشنواره هم بعدش دیدم، اصلا راضی نیست، اما نمیفهمه چه تحقیری شده. چی بوده این؟ یعنی واقعا یه اتفاق استثنایی نبود و نیست و این داره همچنان بازتولید میشه، حالا نه به اون شکل فجیع اون موقعش، و دوباره سرمایه گذار به همون آدمه سرمایه میده، برو شیشلیک دو سه رو بساز و مخاطبم میره میبینه. فاجعه است وضعیت. به نظرم حالا این که حالا ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم یه مقداری سخته، یعنی بحثی نیست که بشه جمع‌بندی کرد، ولی این که راه افتاد تازه. بله تازه به نظر من هر کدام از ما یه افقی رو ترسیم کردیم، به یک منطقه الفراغی نزدیک شدیم، اونجا میخوایم یواش یواش روش تأمل کنیم که اصلا وضعیت مخاطب ما کجاست، ما کجاییم، نسبت مخاطب با جامعه چیست، نسبت مخاطب با مؤلفه هایی که امر جمعی رو در جامعه ایران میسازه که یکیش سینمای هنره، به قول شما شعر، ادبیات، سیاست، فرهنگ، اقتصاد، دین، باورها، منظومه ای که داره اساسا مخاطب رو فقط صرفا به عنوان یک امر انتزاعی نمیبینه، بلکه در واقعیت انضمامیش اون رو مورد بازبینی قرار میده. حالا اون مثلا شیشلیکو که میگه چرا این یک دوش میخواد سه، چرا میخواد تکرار بشه، چرا؟ به نظر من بیش و پیش از این که بگیم مخاطب در چه وضعی قرار گرفته، یه سوالی میشه کرد که آیا اساسا ما در پایان امر جمعی قرار گرفتیم؟ یعنی ما داریم یواش یواش به سمتی میریم که نقاطی که بتواند ما رو به هم دیگه نزدیک بکنه اون داره آرام به صفر داره تبدیل میشه، اون داره برایندش صفر میشه و نیاز به یک شوکی هست و تا دوباره ما بتونیم به هم دیگه برسیم. و سینما و هنر در چنین وضعیتی چه رسالتی میتونه، اصلا رسالت میتونیم براش تعریف کنیم؟ خود مفهوم رسالت آیا سترگ نیست برای یه همچین وضعیتی؟ یعنی یه مقداری به نظرم سوال خیلی خوبه. آره. یعنی اینو باید نگرش داریم، یه جلسه بذاریم شروع این بحث، این که
این شرایط آیا اضطراریه؟ شما مثلا تو دهه 50 میتونستی صحبت از رسالت بکنی؟ دقیقاً چرا میتونستی بگی آیا هنر برای هنر است یا هنر برای مردم است؟ علم برای علم است یا علم برای مردم است؟ هنر متحد میتونستی بگی؟ چرا میتونستی؟ اصلا نمیتونی بگی. چرا وقتی این حرفو میزنی میگی آقا این حرفات بوی نام میده؟ این حرفو ما 50 سال پیشه. چی داری می؟ کجایی هستی؟ نیستی؟ آقا برو ببین دلار چقدر. تو می حرف میزنی تو رو ارجاع میده به بازار. یعنی حتی اون آدم ساده تو رو ارجاع میده به بازار. صحبت میکنی مثلا با مادر بزرگی صحبت میکنی یه پسرم این حرفا چیه؟ دلار شده 30 تومن میگه این چه حرف چرا؟ بعد میفهمی که نه اون اتفاقا درست میگه. یعنی به چه معنا درست میگه؟ اون به صورت ناخودآگاه در ضمیر ناخودآگاه خودش فهمیده یه اتفاقی افتاده در زیست جهان ما. اتفاقا نگاهش انضمامیه. امر بازار و تجاری شدن آمده وسط زندگی ما. من مثلا دانشگاهی، تو دانشگاهی، استاد مثلا هنر هنوز حواسش نیست. نه اینکه بگم اون درستا. نه درسته. ولی باید من یه چیزی میخوام بگم اون بازار رو اون شما نسلای مختلف. نه یه جمله میگم. اگر سرمایه‌داری کاشف روان به مثابه امکانات بازتولید خودش بود، نگرانی من در اون عرصه آینده نگری این که سرمایه‌داری هر افزونه ای رو که بتونه به خودش این اپلیکیشن های موبایلی به خودش اضافه کنه اضافه خواهد کرد. و من نگرانم این که تا اینجا پیش اومده امروز این حراجای تهران و اینی که حالا آقای فرستی گفتن تونسته این حد از سرمایه‌داری رو ولی به شکل مبتذل در خودش بازتولید بکنه، من نگران این هستم که اون افزونه های مختلفی رو که در حوزه روان امروز سرمایه‌داری در عرصه سینما جهانی پیدا کرده و یاد گرفته اینجا هم روزی بازتولید بشه. این نگرانی رو صرفاً تقلیلش نده به امر روانشناختی. نه نه روانشناختی نیست، اصلا پژوهی اصلا دیگه اصلا از روانشناختی عبور کرده. نه نه میگم برو روی ساحت اونتولوژیکال، ساحت وجودشناختی. فقط این نیست که اینو باید میگم خود اینم بس. من به نظرم میاد نگرانه اون شاید حوزه مقاومت من به نظرم حوزه بتونه شکل بگیره. اصلی نبود نقده، یعنی با نقد میشه همه این وضعیت رو تا حدی ریخت به هم و ایجاد کرد. من به نظرم نگرانه از نقده و گوش نقد پذیره. ما مجبورم با تأسف این بحث رو تموم میکنیم و امیدوارم که با تشکر جدی از دکتر و از تو که یه بحثی رو راه انداختیم مستقل از اینکه بعضی جاها دانشگاهی شد، به خصوص مال تو، مال ما نه، دانشگاهی شد. امیدوارم که این بحثمون رو با این دو عزیز بزرگوار در نشست‌های دیگه ادامه بدیم و یه قدم جلو بریم، یه قدم درست‌تر نقد کنیم. ممنون از همه که تحمل کردید ما رو تا نشست دیگه ای از میز نقد هفت. آدم های بزرگ دارم تو ضعف های خودشون فکر میکنن، آدم های کوچیک دارم تو ضعف های دیگران. آقا تو چی شده؟ I know you're in there.